در قسمتی مسئله ای که از سیستم های آنلاین استفاده میشه برای فروش این اجناس و بعد از اون در کیک بوکس و یا در کیک بوک دیکستاپ یا در کیک بوک آنلاین از اون چی رقم دوباره او را ریکارد کنیم یا برای از اون چی رقمی رای حل جور کنیم. او در بخش سلز ما میم در بخش آیتم های خود در اینجا به عنوان پرودکت نه برای ما این سرویسیز باید کنیم. یعنی استاک ما دیگه در کیک بوک نخواد بود، استاک ما میشه اما ای کامرس یا اما آنلاین پلتفرمی که ما برای سیلز داریم مثل آمازون، مثل علی بابا یا هر پلتفرم دیگه که هستن، استاک ما در اونجا است، کوانتیتی آنجا مدیریت میشه، نتیجه سیلزش روزانه یا هفتوار یا ماهوار در سیستم اکاونتینگ ریکارد میشه که او یا کیک بوک آنلاین باشد یا آفلاین باشد یا هر سافتویر دیگه که باشد. بس برای این کار ما نیو آیتمات میکنیم به عنوان سرویسیز. ما یک سامپل از این استفاده میکنیم، مثلا نوشته میکنیم مثلا تیشرت. ما یک فروشگاه لباس داریم، این تیشرت ما کدش 01 است. تیشرت 01 ما میتونم این اینجا ای تیشرت 01 مساوی هست به تیشرت مثلا پوما، رنگش وایت است، پومای وایت. سایزش این حال ما میتونیم نشته کنیم اینجا تیشرت 1-10 مثلا سایزش 42 هست. اینم اینجا باید رو نشته کنیم، تیشرت 1 سایز 44، تیشرت چند اینجا هم نشته میکنیم، تیشرت وای 42 مساوی پومای وایت. پس ما سیلز ریت خود اینجا نشته میکنیم، چیزی که مثلا در آنلاین میخواییم بفروشیم، مثلا $6. پس اینجا میتونیم به جایی که سرویس اینکم رو در نظر بگیریم، مثلا پروڈکت سیلز اینکم، من یک اینکم اینجا اضافه میکنم، پروڈکت سیلز اینکم. این پروڈکت سیلز اینکم ما اینمی اواید فروشگاه یا اما آنلاین استوری ما را ریکارد کنم. پس اینالی اما کاست آف گوسولد زیرم ام اینجا در نظر می، مثلا $4 این را ما می خریم، در پرچیز ارتباط دادیم، در پرچیز ارتباط دادیم، صرف ان کلاس ما می زنیم. خیلی خوب، پس اینالی آیا دیگه آیتم برای پیمنت زی هم وجود داره یا نداره؟ اینجا ما کدام آپشنی برای پیمن نداری. اگر برای پیمن ما آپشنی می داشتیم از او آیتم استفاده می کردیم. پس ما می تانیم از خودی سرویس هم استفاده کنیم. از خودی سرویس که استفاده کنیم نوشته می کنیم پیمن. اما این زمانی هست که ما می خواهیم ریکارد خود توسط اینوایس کنیم، آیتم ما دمو لحظه پیچ شود. پس ما می خواهیم در این دست به شما این بگوییم که ما اما ریکارد خود را حتی توسط اینوایس نمی گیریم. توسط چی؟ توسط سیلز رسیپت مستقیما در دخل ما افکت بکنن. پس این حال ما ترانزکشن خود را ریکارد می گیریم به نام سیلز. از طریق سیلز رسیپت امی آیتمی که به نام تیشرت یک بود این می خواهیم ریکارد کنیم. پس اینجا هست که این مستقیما ما در سیوینگ اکاونت یا چکینگ اکاونت یا دمو دخلی که آنلاین کامرس ما سینک شده یا کانفیگر شده، ای پی آی کی از او در اونجا سیت شده، کاستمایز شده، اون دمو حساب خود ما انتخاب میکنیم که پول در اونجا باشد. خب این حال اینجا ما کدام کستومر را میخواییم بگیریم؟ پس ما نوشته میکنیم دیلی سیلز. ای یک ورچوال کستومر نیم خواد بود،
Dearly sales customer. Customers. اسم میگیرم که انمی باشد. پس ای دیلی ما میتونیم همی دیلی را یک کلمه دیگه هم در اولش اضافه کنم. آنلاین دیلی سیلز کستومر سیف ان کلوزم میزنم. خب پس یک از نامی ویرچوال دستجمی استفاده کردیم. میم اینیم اینجا اونمو تیشرت خود اینجا نشته میکنیم. تیشرت خود نشته کردیم اینه آورد. اینا لی دمو روز چقدر فروخته شده کلگی اونمو آیتمی کوانتیتی همی آیتمه. مثلا اگر ده تا آنلاین سیلز کرده بودیم ده تا را ضرب در شش موضوعی تکس مکسش فعلا گب نمیزنیم. اینمی هسته که توسط کیک بوکس یا هر سافتیر دیگه ما ریکارد های آنلاین استور خود باید توسط سرویس آیتم بگیریم. پشیمان نباید استاک باشد. ما دیگه در اکانتینگ سیستم دیگه استاک نداریم. استاک ما اما پلتفرم ای کامرز ما هست. پس ما میم دیلی بعد از اینکه رپورت را از ای کامرز خود گرفتیم فهمیدیم ما چی آیتمی را فروختیم، چی تعداد فروختیم، نام ما آیتم، تعداد از او آیتم انتخاب و سیلز خود را ریکارد میگیریم. توسط از این رویش ما فقط حسابی اکاونتینگ خود را آپدیت میکنیم. اکاونتینگ سیستم خود را آپدیت کردیم. خب اینجا یک ایمیل آدرس برزان کردم. یک دو سه اد فانوس دات کام. سیف اند کلوز. خب اینا ما باید قیمت تمام شدی از این را بفهمیم. اینمی پرودکت ما برای ما خود در شهر فروختیم به ما چند آمده. پس ای هسته که ما باید یک ریکارد دیگه یک بیل ثبت کنیم تا چیز خود را پیدا کنیم. قیمت تمام شد خود. پس ما میم توسط اکسپنس ریکارد این را انجام میدیم. توسط اکسپنس یک بیل ثبت میکنیم در قسمت اکسپنسز. اد بیل از قسمت سمت راست انتخاب. کرید بیل را انتخاب میکنیم. خب این اینجا هم هسته که ما بخاطر بفهمیم که کدام اینجا نشته میکنیم آنلاین استاک ما. آنلاین استاک یا آنلاین استور. یک ویندر ویرچوال ویندر به این نام اضافه میکنیم. در قسمت کتگوری نه در قسمت آیتم ما باید این را ثبت کنیم. در قسمت آیتم ما میم امو تیشرت انتخاب میکنیم. تیشرتی که انتخاب کردیم تعدادش اینجا وارد کردن. خب قیمتش اونمو $4. سیف اند کلوز باید انتخاب بکنیم. سیف اند کلوز انتخاب کردیم. اینا لید پروفیت الناس میدیم که ما امی تیشرت ما چقدر برای ما آید داشته، ما چقدر خریده بودیم، چقدر فروختیم. در قسمتی ریپورتینگ سمت چپ. خب در قسمت پروفیت اند لاس، پروفیت اند لاس امروز خود سل میگیریم میبینیم که چی گوه است. خب توده را از این قسمت تاریخ ها انتخاب میکنیم. رن ریپورت کلیک میکنیم. حال دیت بگیرم که برای ما فعلا دسمنت بگیریم بهتر است. تایمینگ ما و کیک بوک سر نخورده توده. اینجا هسته که ما فروختیم 60، خرید ما پرچیز ما بوده 40. پس 60 که از 40 کم کنیم میشه 20. ای 34 خوب دیگر ترانزکشن است، مربوط ما نمیشه. ما مثلا
از امروز هست در این سیستم مثلا 12 تاریخ، من مثلا از کجا تا کجا را تاریخ شده نظر بگیرم، از کجا تا کجا اینمز 11 11 تا 12 را در نظر بگیرم که فقط اینه، فقط سلز ما را نشان بده، یعنی هم پروفیت لاس ما که 60 دلار ما فروش ما هست، 40 دلار خرید ما هست، 20 دلار مفاد ما هست. حالا ما که بل ریکارد کردیم ما قرضدار شدیم، در درس بعدی قرضداری از او را بس خاتمه کردیم. فعلا خداحافظ.